میخواییم به حیثیت تمام زنای افغان، به نمایندگی تمام زنای افغان، خصوصا افغانستان، یکی از نماینده افغان ها هستم دیگه. افغانستان کلن دیگه شاید خودان شما بیدنین، افغانستان 40 ساله که جنگه، یعنی از هر نظر امنیت نیه. ما هیچی نمیخواییم، ما افغان ها هیچی نمیخواییم، فقط امنیت میخواییم، فقط یک جای خوب بشه که ما امن بشیم. دیگه ما مجبور شدیم آمدیم در راه کشوری خوب، یک جای خوب بریم. دیگه آلی ما ماندیم چیکار کنیم؟ مرزم که با بسته هم. زیر خیمه چند ماه که ما در یونان زیر خیمه ایم، چیکار کنیم؟ خیلی مشکله برای بچه های از ما، برای زنا، خصوصا زنایی هست که شوهرایش طرف خارج، مرداش طرف خارج، زنایش اینجی هم. فرض مثال خودم شوهر مو طرف خودم اینجی مندم. برای یک زن خیلی سخته واقعا، اگر شما مثلا در مورد از این تصمیم بگیریم. دیگه به هر صورت دیگه خیلی مشکله، ما چیکار کنیم؟ دیگه افغانستان هم از هر حالت، دیگه می چند روز پیش کلن تمام شهرهای افغانستان، چی کندوز، سرپل، دیگه غزنی، قندهار، دیگه کاملا جنگ هم. دیگه اینه می رقم، دیگه چی بگیم ما؟ ما هزارها چی بگیم؟ ما مثلا کل مردم افغانستان چی بگه در مورد از این؟ از رئیس جمهور بگیم؟ از کی بگیم؟ کی رو بخواییم که افغانستان ما درست شود؟ دیگه مجبور هستیم که همین را گرفتیم. دیگه خواهشن از تمامی کشورها خواهش مونم دیگه به حیثیت یک خانم، دیگه هر رقمش هم مرز واس کنم. دیگه ما چیکار کنیم؟ هیچ راهی نیه، نه راهی برگشتن، نه راهی پیش رفتن شما هم گرفتین. دیگه مجبور هستیم با هر حال چی بسازیم، ولی شما کوشش کنین. ویلی خب کلن افغان هایی از مکسب از افغانستان، چون افغانستان به خاطر ناامنیشی طرف ایران قاچاق رفتن، بعد از ایران طرف ترکیه قاچاق رفتن، بعد از ترکیه از طریق امی کشتی های دریایی بادی از طریق امزی آمدن طرف یونان، که از یونان گفتن را بازم میتونن برن طرف پیش. دیگه کلن توی را در میانی را کسه کلن سختی های زیاده دیدن. چند بار مثلا چند بار افغان خصوصا نمی کل مردم، 3 بارم شاید در راه ترکیه برگشت خورده، 10 بارم شاید در راه ترکیه برگشت خورده. شبا 13 ساعت 14 ساعت، من خودم شخصا 14 ساعت 16 ساعت پیاده رفتم. دیگه کلی افغانای ما این میرقم بود، من شخصا خود نمیگم تنها، کلی افغانا، به خاطر که جای ما خوب نیه، جای ما امن نبود، کلا سختی را حتی مرگ در دیسکو گرفتیم که ما باید پیش بریم، باید یا مرد داشته باشیم یا زندگی، یک شر انتخاب کنیم، به خاطر که افغانستان جنگ بود. آمدیم خود خود در راه سختی زدیم، بدبختی دیگه کلا سختی دریایی را تر کردیم، سختی راه ترکیه را، دیگه آمدیم در یونان رسیدیم. حال که در یونان رسیدیم دیگه مرز بسته شدن. عالم خواهش مونیم از دولت های خارج که دست به دست هم بدین، متحد شون، امی ما مردم افغان را قبول کنند به هر صورت که مشه، به حال امزی طفل ما بسوزانند. زندگی کردن در کم کسه بازم ما قبول داریم به هر صورت چی، فقط میخواییم را باز شم. اول از همه ما میخواییم را باز شم و پیش بریم. دیگه وقتی که ما میخواییم در کم زندگی کنیم، کم خیلی خیلی مثلا امی اطفال های از ما کسه مریضی روانی گرفتن، یعنی افسرده، یعنی کلن خودان ما افسرده ایم، ولی از مجبوری مثلا صبح شام بونیم، شب صبح بونیم که شاید یک روزی مرز باز شم، شاید پیش بریم. دیگه کلن از نظر غذا خوبه، راضیم، بد نیه، ولی از نظر لباس یکم ذره رستگیش درست نیه، باید رستگی شوه. دیگه فقط امی دما اگر تا مرز باز میشه فقط یک خانه یک چیزی بیدید از ما، واقعا سخت زیر خیمه، اینقدر گرمه، خیلی گرمه، گرمه دیگه پیش از حد متاب نمیتونیم. روزانه بیرون میشنیم، شبانه از مجبوری موریم داخل خیمه، باز شبا خوبه یخه، دیگه فهمیده نمیشه، روز دیگه خیلی گرمه، دیگه خیلی. ما میخواییم آینده کلی افغان های از ما کسا یک آینده خوب بشه، فقط دامی دمزیم که مثلا را باز شه، این مرز که باز شه برای از ما تمامی چیزه. دیگه وقتی که مرز باز نموشه واقعا ما از دولت یونان دیگه خواهش مونیم
که یک خانه یک چیزی دزمو بیده دیگه خیلی گرما زیر خیمه ما اصلا زندگی نمیتونیم. وقتی که مرز باز نمونه اول از همه ما میخواییم مرز باز شه، چون ما دیگه مجبوریم، بس هم برگشته نمیتونیم، پیش هم رافته نمیتونیم، امیتور در میان مانده. حتما باید مرز باز شه دیگه. کلی افغان های از ما میخواییم مرز باز شه، بخاطر که سوریا کسی حقش زیادتره، کلن حقش زیادتره. مثلا اسکایپ جواب میده برای سوریا، اسکایپ جواب میده، گوشیایش جواب، هر روز فرانسه و نمفان فلان و فلان مورن. افغان های از ما شما گوشیای ما اسکایپ ما اصلا جواب نمیده، خصوصا خود من 3 ماهه که زنگ میزنم اسکایپ جواب نمیده. دیگه مجبوریم چیکار کنیم دیگه، بشنیم و بسازیم قدم زی حالشی تا دولت یونان از ما چی تصمیم میگیره با دولت های پیش. دیگه کلن افغان ها فراموش ها، واقعا افغان ها کسی هیچ چیزی نداره. همین اسکایپ که برای افغان هایشته اصلا جواب نمیده. دیگه خواهش مونیم که یک مرحله جدید را برای افغان ها تعیین کنن که دیگه ما از این مجبوری از این سختی بیرون شاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم مسعود از افغانستان هستم. از افغانستان هستم، شهر هرات زندگی میکنم. ما بیامدیم به خاطر جنگ آمدیم، ما به خاطر پول کار اینا نامدیم. ما کل زندگی آخو بفرختیم بیامدیم به زی طرف آمدیم، خود خواهره کردیم، در به در کردیم بیامدیم به زی طرف. راها، کوها، سختی ها دیدیم بیامدیم به زی طرف. دریای پرخطر آمدیم، چند ها نفر کشته شده بیامدیم به زی طرف. ما بیامدیم کشته شدیم بیامدیم به طرف آمدیم که یک زندگی آروم خوب داشته باشیم. نه، افغانستان جنگه، ما به خاطر جنگ و آرامی آمدیم. ما به خاطر آمدیم که چند وقت هستیم آروم زندگی کنیم، خوب باشیم، خوشحال باشیم. نه، افغانستان از اون خون بیدوشی مطلوبات نیه که پس برگردی از شب پس بیه بخونه یا نه، یا بم انفجار میکنه یا طالبان یا نه. بسیار افغانستان مشکله. اگر مشکل نداشته باشد هم هیچ وقت خونه خود ترک نمیکنه. مشکل داشتیم بیامدیم بزیده با خاطر جنگ آمدیم، با خاطر آوارگی آمدیم بیامدیم به این خود مهاجر کردیم به کشورهای اروپایی آمدیم. حالی هم کشورهای اروپایی مرزا خوب، وقتی که ما به اینا رسیدیم مرزا خوب بسته کرده، بخواد که چرا عربا، کردا، سوریا اینا میرم به 8 کشور تقسیم میشن، چرا افغانا نمیشن، چرا افغانا فراموش شدن، بخاطر چیه؟ نام من حفیظ الله است، من از سرپل هستم. در افغانستان خیلی جنگ است. من در افغانستان شاگرد بودم، درس میخواندم. بعد اینکه در چند 4-5 سال پیش آن بود، الان فعلا ناامن است افغانستان. من در افغانستان درس میخواندم، الان که ناامن شد ما میرفتیم درس ها رو طالبا میامدن نمیگذاشتن که ما درس بخوانیم و پیش برویم. هر روز جنگ بود، می آمدن کشتار بود، این اون امنی شد، ما فرار کردیم آمدیم ایسو. در افغانستان آمدیم پاکستان، از پاکستان آمدیم ایران، بین کوها، بدون نان، بدون آب، یک ما طول کشید تا ما تا ایران برسیم قاچاق. بعد اونم که آمدیم در ایران یک بار دیگه ردمار شدیم، دوباره رفتیم، دوباره آمدیم، 3-4 دفعه آمدیم ردمار شده. این رقمی تا حدی مشکلات آمدیم تا ترکیه. آمدیم ترکیه، ایسو آمدیم داخل آب رد کرد آمدیم تا اینجا یونان را که جان ما در کف من گذشت آمدیم تا اینجا. الان که اینجا آمدیم، اینجا بند هستیم که اینجا ماندیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، روی ما همه مرزا رو بسته هستم. ما میخواستیم که تا حدی بریم پیش، زندگی بهتر درست کنیم، نه مثل افغانستان که جنگ است، هر روز ناامنی است، کشتار است. 4-5 روز پیش در کابل انفجار شد،
صدها نفر مردن، 200 نفر، نزدیک 250 نفر زخمی شدن، همینطور در قندوز، همینطور در هرات هم که 2-3 روز پیش بمب واقع شد، مردم مردن. که ناامنی هست، چرا ما افغانی ها فراموش هستیم؟ چرا؟ بعد افغانی ها فراموش هستن، برای به همشون میرن، برای چی؟ با گناه ایمان چیه؟ ما آمدیم اینجا پنج نماز در یونان افتیدیم که اینجا اصلا خوب نیست، چی دو گرمی هست که ما آمده بودیم زمستان بود، چی درست نبود. الان هم که اینجا هستیم گرمی هست، هیچی نداره، نه ایسی داره نه دیگه، اینجا خیلی گرم است. که هزار فقط مانی هزارها دیگه افغانی اینجا هستن که همینطور سرشون مرزوب هستن، هم اینجا خواب هستن، بیشتریشون که در حدی که پول دارن یا که دیگه مشکل دارن اینجا نمیخوان بمانن، میرن قاچاق. بعضی ها که اصلا پول ندارن یا که دیگه اینجا میمانن. برای چی ما فراموش شدیم از دیگران؟ آره ما اینجا هستیم، خانواده ما اینجا نیست، خانواده ما در افغانستان هست، از خانواده دور هستیم. چرا؟ که ما افغانستان یاره کردیم، آمدیم اینجا جنگ بود دیگه، برای اینه می آمدیم اینجا. به جز ما هزاران نفر اینجا هستن مهاجر، از خانوادهشان دور، از پدر، مادر، خواهر، برادر، همه شان دور هستن اینجا اومدن. برای اینکه جانشون در خطر بوده، امنیت نبوده در افغانستان که اومدن اینجا. اینجا که ما 6 ماهی که اینجا افتیده ایم، کسی حال ما رو نمیپرسد. هر روز هم در افغانستان که برام هست، همه چی مشکلات، هزارها مشکل هستن. مرد دیگه کشور می آیند، در کشورشون شد 5-6 سال جنگ هست که میگن آقا اینا باید برن جلو. وقتی که ما 40 سال در کشور ما جنگ هست، چرا ما نریم جلو؟ برای چی؟ ما اینجا بمانیم، اینجا درست است، اینجا ما بانیم، برای امنیت جان ما. ولی اینجا کار نیست، هیچی نیست، ما چیکار کنیم اینجا؟ وقتی که در حدی مشکل هست که برای زندگی کردن هم یک نام باید بخوری، اینجا وقتی که کار نباشد ما چیکار کنیم اینجا؟ ما باید بریم جلو مثل بقیه. ما چرا فراموشیم؟ ما را هرگز فراموش نکنید. از شما خواهش مندیم، از سازمان ملل، از بزرگا، از دیگران. در حدی که الان افغانستان خراب شده دیگه، ما افغانستان دوست داریم امن باشه، ما دوست داریم افغانستان و هنوز هم دوست داریم که جنگ هست، ولی در حدی زندگی ما ناامن هست، امنیت نداریم اونجا که آمدیم. ایسو نباید ما افغانی فراموش شدیم، نباید. ما الان مثل بقیه ما واسه ما یه خواب داریم، این چیزهای دیگه در حدی ما هست. مثلا ما میخوایم زندگی بهتر داشته باشیم، ما میخوایم امن داشته باشیم، ما میخوایم فرزندان ما آینده در امن باشن، نگیده امنی که امروز به دنیا بیاین فردا مرده کشته شن، یا که دیگه مثلا یکی از برادرش از دست میده، در حال حاضر که اون روز در کابل انفجار شد، یکی مادرش از دست داد، یکی بچهش از دست داد، یکی پدرش از دست داد. همینطور که الان از خانه میاد بیرون، دیگه برگشت به دست خداست، نمیدانه که برمیگرده یا نه. شاید بره بیرون بر نگرده، شاید همونجا انفجار شد مردن. یکی پدرش، یکی مادرش، یکی برادرش، یکی بچهش. ناامنیه بیش از حد. اینجا هم که ما آمدیم تو گریس هستیم، در کمپ دیواتاتی سالونی که 6 ماه هست، ما اصلا نه غذای درست داره نه دیگه هیچی، اینجا بهتر نیست، یه خیمه ادار درست حسابی نداره. میدیم اینجا که نشستیم شبه اینجا خواب صبح میدیم اینجا که هزاران نفر هستن. تا به حال شد کشور دیگه مثل سوریه و عراق اینا رفتن، ولی آمدن سر ما بستن. نه فقط سر ما، مثل افغانیت سر دیگر هم، مثل پاکستان، هندوستان، این هم بسته شده. ولی در حد مشکلات افغانستان بیشتر هست که ما گیره میکنیم، وگر نه در حد اگر بیشتر نباشد ما هیچ موقع نمیگیم که کشورمون ناامن است و جنگ نیست. ولی در کشور ما جنگ هست که ما داریم میدیم که ما آمدیم اینجا، هیچ که نمیاد که خوشحال باشه اینجا از خرمستی و از چیزهای دیگه اینجا بیاریم. ما زندگی من ناامن است که ما اینجا آمدیم که کار کنیم، زندگی بهتری داشته باشیم، آینده بهتر برای خودمان، برای فرزندان، برای دیگر کسان که اینجا آمدن، پدر، مادر، اینا همه شما زندگی بهتر داشته باشیم برای خودشان. نه که این از خانه برم بیرون بچه هاشون برگرد بر نگردن.
که هر روز هر شب هر دقیقه برای شما معتم باشه. خواهشمندیم که افغانی ها رو فراموش نکنید هیچ وقت. شما ما کشورمون جنگ هست، در حدی گشنگی ما اینجا نیومدیم، از فقط اینجا اومدیم که جونمون در خطر هست.